سلام خدمت دوستان عزیز با دوره درس سیگنال و سیستم ها در خدمت شما عزیزان هستیم ببینید دوستان روی کرده این دوره مثل دوره های قبلیمون بر پایه حل سوالات امتحانی بنا شده یعنی ما توی این دوره تدریس به اون مفهومی که سر کلاس های دانشگاه دیدید یا دوره های دیگه هست نخواهیم داشت صرفا و صرفا مطالب رو بر حسب حل سوالات امتحان براتون توضیح میدیم در حد یک الا دو دقیقه فرمول ها حالا مطلب خاصی باشه رو خدمتون توضیح میدیم بعد دیگه وارد حل سوالات میشیم تمام سوالاتی که توی این دوره انتخاب شده از سوالات میان ترم و پایان ترم دانشگاه های برتر کشور و همچور رفرنس های اصلی درس سیگنال مثل اوپنهایم در واقع طراحی شده سوالات کنکور ارشد هم بعضی جاها که لول مناسبی داشته باشه و خیلی سخت نباشه و ممکن باشه ازش هم توی پایان ترم سوال تر بشه آوردیم توی مثال ها لابلای سوالات سوالات کنکور ارشد هم پیدا میکنیم درس سیگنال بچه‌ها برای رشته های برق و کامپیوتر یه درس تخصصیه برای بچه های رشته مخابرات پایه و بیس درس های مخابرات مثل مخابرات یک مخابرات دو DSP، مخابرات پیشرفته همشون این سیگنال سیستمه پس خیلی مهمه که شما بتونید به مفاهیم اصلی این درس مسلط بشید و حل مسئله رو خیلی خوب توی این درس بتونید انجام بدید یک سال تبدیل فوریه مثلا از اون فصل های تبدیل فوری و سری فوریه به بعد که بحث آنالیز فرکانسی هست خیلی باید بتونید مسائل رو خوب درک بکنید خوب بتونید تجزیه و تحلیل بکنید و مسائل رو بتونید ربتش ربطش بدید به چیزهایی که قبل فصول قبل یا فصول بعد خواهید خود نکته بعدی این هستش که در انتهای هر فصل ما یک سری تمرین و کویز براتون در نظر گرفتیم که این تمرین و کویز ها میتونه سوالات امتحانی حالا یا میانترم یا پایان ترمتون باشه شما باید اینها رو خیلی جدی بگیرید حلشون بکنید برای ما بفرستید ما تصحیح میکنیم حالا جایی که اشتباه حل کردید یا نکته ای رو در واقع اشتباه متوجه شدید بهتون میگیم و فیدبکش رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد همچنین بچه ها باز هم دقت کنید تمام سوالات رو دونه به دونه خودتون هم حل بکنید این دوره برای کسایی که یه بیس خیلی ابتدایی از درس بلدن ولی توی حل مسئله مشکل دارن خیلی مناسب و مفید هستش تمامه حالا اون سا... بچه ها این دوره هم ممکنه یه مقدار ساعتش طولانی بشه شما حتما باید اون رو شخصی سازی بکنید یعنی مطابق جزوه استادتون و منابع امتحانیتون بیاید مطالب مربوطه رو انتخاب بکنید و اونها رو نگاه بکنید به تعداد بسیار زیادی هم سوال از اون از هر مطلبی که بخواید براتون حل شده ببینید تصویر و سرفصلای اصلی رو با هم دیگه مرور بکنید خب توی فصل یک ما معرفی سیگنال های پایه و خواص سیستم ها خواص سیستم ها مثلا الی پایداری و چا خطی اون شش موردی که اونجا داشتیم رو با همدیگه مرور میکنیم سیگنال های پایه هم بچه ها مثل چی؟ مثل پله مثل تابع دلتا اینها خیلی مهم هستن توی ادامه فصل با اینها خیلی کار خواهیم کرد پس ویژگی ها و خواصشون رو باید یاد بگیریم توی فصل دوم میریم سراغ سیستم های التی آی بچه ها سیستم های التی یاد میگیریم خروجیشون رو چجور حساب بکنیم که همون کانولیشن ورودی در پاسخ ضربه هست و همچنین یاد میگیریم که خواستشون مثل الی بودن پایداری خطی بودن و خطی که هستن و بیافظه بودن رو چگونه بتونیم برای یک سیستم LTI بررسی بکنیم توی فاز سیگنال های متناوب رو یاد میگیریم چگونه به صورت سری فوریه بستش بدیم. تو درس ریاضیات مهندسی هم سری فوریه سینوسی و کوسینوسی داشته ولی سری فوریه ای که اینجا داریم سری فوریه مختلط هستش یعنی به این فرم قابل نمایش هست سری فوریه یک سیگنال پریودیک توی فصل بعد میریم سراغ تبدیل فوریه پیوسته سیگنال هایی که توی حوزه زمان هستن میبریم تو حوزه فوریه ازشون میگیریم میبریم ایشون تو حوزه فرکانس یا فرکانس زاویه اومگا بررسیشون میکنیم تجزیه و تحلیلشون میکنیم در نهایت هم اگر نیاز باشه فوری معکوس میگیریم و برشون میگردونیم به حوزه زمان توی فصل بعد همین مباحث رو برای سیگنال های دیسکریت یا گسسته داریم تبدیل فوریه گسسته رو با هم دیگه بررسی میکنیم فصل بعد سراغ تبدیل لاپلاس میریم که مربوط به توابع پیوسته است یه تفاوت خیلی کوچیکی با اون تبدیل لاپلاسی که تو درس معادلات داشتیم در واقع داره اونجا ما تبدیل لاپلاس یک طرفه داشتیم اینجا تبدیل لاپلاس دو طرفه داریم مفهومی که اینجا خیلی مهمه آر سی ما هست یا حالا مثال های امتحانیش رو خواهیم دید در انتها هم میریم سراغ تبدیل Z ببینیم Z ترانسفورم یک تابع دیسکریت رو چگونه باید حساب بکنیم بحث نواحی همگراییش دایره های در واقع به مرکز مبدا اونها چجوری رسم میشن و سایر مباحثی که خواهیم داشت باز بچه ها تاکید میکنم ببینید الان ما اینجا یک دو سه چهار پنج شش و هفت هفت فصل رو داریم ممکنه از این هفت فصل استاد شما مثلا تبدیل فوری گسسته رو درس نده به عنوان مثال میگم تبدیل زد رو درس نده خب طبیعتا شما هم نیازی ندارید اون مباحث رو بخونید ولی یادتون باشه برای کنکور ارشدتون از تمام این مطالب سوال تر خواهد شد پس با همدیگه بریم بچه ها فصل یک رو شروع بکنیم